این برنامه رو راجع به بنزهای جی که خودم داشتم و کلن تاریخچه بنز جی میزدم. میدونید که بنز جی رو شاه به کارخونه بنز سفارش میده در سال 1973. 1979 در ماه فوریه ایران شاه از ایران رفت و این ماشین در آگست حاضر شد و دولت ایران نخواستش، گفت ما ماشین فوریجار نمیخوایم، غافل از اینکه یه سال بعد تو جنگ شدیداً احتیاج داره. بر این ستایی که اول دیدید، مشکی، سفید و نقره‌ای، بنزای جی من بودن. اولی در امریکا 2003 جی 500 بود، دومی در ایران جی 280 بود یا 280 جی ای بود در واقع، سومی که این باشه جی 55 یا ای ام جی بود و من از هر سهشون خیلی راضی بودم. مشخصات چیه؟ حالا در اون موتور 5000 سی سی، موتور 398 اسبی و در مدل 55 که این باشه بود نزدیک 450 خورده است، دارای دو دیفرنسیال و سه قفل دیفرنسیال، یعنی میتونید هم جلو هم وسط هم عقب رو قفل کنید و از هر در دیواری برید بالا. تنها اشکال این ماشین زیادی چارگوش بودنش و در نتیجه مصرف بنزین بالاشه که به قول این وریا 12 مایل پر گالون میداد در مدل های قبلی که میشه مثلا 100 کیلومتری 20 لیتر. در مدل های جدید به فهمی نفهمی شیشه رو یه انحنایی بهش دادن، هدف این بوده از سال 2019 که 40مین سالگرد این ماشین بود، هدف این بود که همین شکلی که هست نگرش دارن ولی یک سری معایبش رو برطرف کنن، یه ذره پهن‌ترش کنن، یه ذره درازترش کنن، یه ذره شیشهش رو گرد بکنن و همه این کارا رو کردن، باعث شد که مصرفش بهتر بشه، بشه مثلا 15 مایل پر گالون که حالا خارجی شاید مثلا هر 100 کیلومتری 16-17 لیتر باشه. این یکی عکسش برعکس ماشین، اینو اول عکسش رو صاف میکردم. به هر حال اینا هر کدوم تاریخچه خودشونو دارن. من جی 500 هم وقتی خریدم طرف اوردی مدل 2003 رو جلو پنجره 2013 گذاشته بود ولی جلو پنجره 2003 هم به من داد. من 2003 رو بردم به ایران و گذاشتم رو ماشین 280 جی ای که در ایران خریدم و در نتیجه اون شد از مدل 1970، فکر کنم مدل 87 بود، اون از 1987 تبدیل شد به 2003، این از 2003 تبدیل شد به 2013 و اون آخری هم که داشتم نقره‌ایه اونم 2005 بود که جلو پنجرش هم همون 2005 بود و فرقی نداشت. این در شرابسازی داریوش در سانومای کالیفرنیا. گفتیم خب این چیزای محصولات ایران، یکی بنز جی، یکی هم تخت جمشید رو بذاریم بغل هم، از همش با هم فیلم بگیریم و این عکس‌ها رو اونجا گرفتم. متاسفانه من بنزای جیمو خیلی ارزون فروختم قبل از که بنزا شروع کنه گرون شدن. اینو من فروختم 22500 دلار شد که همین الان اگهش مشابهش با اون تمیزی اینا رو بخوام بخرم شاید 40000 دلار هم ندن. نقره ای رو فروختم 35000 دلار که اون الان شاید 50000 دلار رو باشه. سفیده رو ولی فروختم به 105000 دلار که این باشه و اونی هم که خرید در واقع می‌خواست اینو ببره آذربایجان به جاش یه ماشین 2016 رو بیاره. این اول جواز گرفت، رنگش کرد، مشکیش کرد، از ایران برد آذربایجان، یه مشکی نو 2016 آورد، ظاهرا لو رفت، ماشین مدت خوابید، جریمه شد ولی بالاخره جریمه پرداخت شد. در ایران همه چیز با پول قابل حله و این ماشین دیگه تو آذربایجان مون حتما تبدیل قطعه‌ای شده یا چیزی شده. به حال من اینو 25000 دلار خریده بودم، 25000 دلار هم خرجش کرده بودم، شد 50000 دلار که فروختمش به 105000 دلار. و متاسفانه زورش خیلی کم بود، خیلی زور نداشت، 6 سیلند بود، 145 اسب شاید بیشتر نبود. در مقایسه با این ماشین که نزدیک 30000 دلار خریدم قیمتش هم روشه و موتور قوی داشت و بسیار عالی بود. این رینگای واقعی ماشین فور ویل درایو داشت که من مدتی طول کشید تا قدرش رو بدونم. ماشینای فور ویل درایو اگر اون ولو لاستیکشون حالت عادی داشته باشه
در کارهای فوریدرایوی ممکن اصلا کنده بشه. برای همین این رینگ به خصوصی داشت که تنظیم بادش از دور رینگ انجام نمیشد. وسط چرخهای ماشین اونجا که پیچ و موره ها بود یک کاوری داشت، کاوری که برمی داشتید از اونجا لاستیک باد میشد. این حتی نفر قبل از من خریده بود و روش گذاشته بوده، ولی من قدرش رو بعدها دونستم. این همون جیه در حال بازسازی در ایران، همون کسی که بنز 190 اسل منو بازسازی کرد و خیلی کار قشنگی در آورد، این رو هم اون همین کار کرد و ماشین رو درستش کرد. به هر حال اینها ماشین جی در 2009 دیگه امریکا تصمیم گرفته بود یعنی آلمان تصمیم گرفته بود دیگه وارد نکنه به امریکا. این یه مرتبه کارش گرفت و همه گفتن ما از این میخوایم. این قیافه اولیه بنز 1987 280 جی ای منه که من برشتم پشتش یه چیز زدم جی 280، وقتی که قیافهش عوض کردم زدمش به نام جی 280. شاید این هم مال یکی از دوستان من باشه، من دارم اشتباه میگم، چون مال من با این قیافه هیچ وقت نشد، یعنی درستش کردم و به قیافه جدید در آوردم. فکر میکنم مال یکی از دوستانه که اومده بود خونه من در الان اسم شهر یادم رفت اصلا، میگون بکنم اونه. مال من این بود، پشتم زدم جی 280 که در واقع جی 280 اونطوری وجود نداره، 280 جی ای بود که حالا ما کردیمش جی 280. به هر حال این ماشین هی داره فروشش بالاتر بالاتر میره و هی موندش بالاتر بالاتر میره. الان دیگه 170,000 دلار، 500 معمولیشو بیشتر نمیتونید، 550شو ارزونتر نمیتونید بخرید. مدل های دیگه اش که برو بالا 200 خورده 1000 دلار و مدل شاسی بلند اسکوئرشو که در حد 400,000 دلار و اون موتور 6x6ش هم بعضی وقتا قیمت های 1,000,000 دلار هم روش دیدم. بنابراین نه، این همون ماشین خود منه، قبل از که جلو پنجرهش عوض کنم نزدیک خونه خودم در الهیه بود که این عکس ها رو ازش گرفتم. به هر حال این خیلی قیافش غلط انداز بود، خیلی ها میخواستنش و من بالاخره قیمت خوبی هم فروختم، ولی قابل مقایسه با اونایی که